با درود گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سر تا سر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم به کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای امینی، آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. در همین آغاز آقای امینی سلام عرض میکنم. درود بر شما و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. هفته بسیار پر از رویدادها بوده، هم اکنون هم در گیرودار این طوفان بزرگ در کارائیب هستیم. پورتوریکو رو مورد حمله قرار داده و دیروز هم که این زلزله بسیار بسیار دردناک در مکسیکو سیتی در گرفت و البته یه زلزله دیگه هم سخنرانی های آقای ترامپ در سازمان ملل بود، ولی به نظر میاد که خیلی دنیا در پر از کشاکش و گرفتاری و درگیری و مسائلی از این دست. امیدوارم شما از این درگیری ها به دور بوده باشید. خواهش میکنم آقای امینی. پیش از همه یک ایمیلی از یکی از بینندگان از ایران رسیده به نام آقای بهمن. بله بله. و ایشون در مورد قشقایی ها و نقششون در تاریخ معاصر ایران مطالبی خواستن که مطرح بفرمایید درباره شون. برمیگرده به برنامه که هفته پیش با هم داشتیم. بله، برنامه هفته پیش اگر به یاد داشته باشید که حتما، یعنی همیهنان منظورم هست، جنابالی که حتما به یاد دارید، در مورد کوششی بود که دولت‌های خارجی برای همکاری با عشایر در ایران و گروه‌های ایدی در تا حدودی نامتمرکز کردن دولت مرکزی در ایران در درازای تاریخ مدرن ایران انجام داده بودند و از جمله در پرتو اسناد تازه یافته تازه منتشر شده CIA من اشاره کردم به اینکه خیلی روابط گرمی رو کارکنان رسمی و غیر رسمی CIA، چون بسیاری از اینها آدم‌های رسمی CIA نبودند و شناخته نبودند به عنوان کارمند CIA، مثلا آدمی بوده که رئیس اصل 4 بوده و همون کارها رو انجام میداده ولی گزارش میداده، یا خبرنگار بودن. اینا رابطه بسیار گرمی رو با ناصرخان و خسروخان قشقایی، فرزندان در واقع رئیس ایل قشقایی در اون هنگام برقرار کرده بودن، فرزندان اسماعیل خان سولت، و خیلی کوشش میکردن اونها رو در ماجرای برانداختن مصدق با خودشون هماهنگ کنن. یعنی از نگرانی هایی که وجود میداشت در میان برخی از ایرانیان نسبت به پاره از کارهای دولت مصدق، اونها بهره میگرفتن و خب در این حال امتیاز هم به سران قشقایی میدادن. مثلا در سفری که ناصرخان به نیویورک کرده بود، گزارش وزارت امور خارجه و CIA گواهی بر این است که از ایشان پادشاهانه یا شاهانه در واقع پذیرایی کردن، ایشان و خانواده بزرگی که با خودشون برای کار بیماری یکی از بستگان به نیویورک رفته بودند انجام دادن. همچنین با خسروخان در گفتگو بودن. هیچ یک از این اسناد گواه بر این نیست که ناصرخان قشقایی یا خسروخان با CIA همکاری کردند و از دولت مصدق کناره گرفتند. همه اینها گواه بر این است که تا پایان کار، به ویژه در اون هفته های پایانی کار که کوشش میکنند که خسروخان رو به سوی اردشیر، به سوی فضل الله زاهدی جلب کنند و حتی به او وعده یک وعده وزارت میدند، خسروخان در کنار مصدق باقی میمونه و تاوان این رو هم میدهد. ناصرخان اندکی نرمتر بوده نسبت به این موضوع، ولی آنچه که من در هفته گذشته گفتم گواه این نیست که گویا سران ایلهای سرشناس ایران، بختیاری، قشقایی، کلهور و دیگران، اینها با گروه های برانداز یا خارجی ها همکاری، بیگانگان همکاری میکردن. این دوست گرامی آقای بهمن که از بینندگان پروپا قرص و بسیار وفادار این برنامه و از انسان‌های بسیار شریف ما به شمار می‌آیند، تا اونجایی که بنده از دور از ایشان
با ایشان آشنا هستم، میگویند که در برنامه هفته گذشته آقای امینی از نوع رابطه قدرت‌های بیگانه با سران عشایر ایران سخن گفتند، از جمله با فرزندان اسماعیل خان سولت، ناصر و خسرو، ولی از جنگ‌های سولت و دوله با نیروهای بریتانیا در جنوب در هنگامه جنگ جهانی اول اشارتی نرفت. بهمن از تهران: درست میگن، من شاید جناب مهری لازم باشه که یه برنامه ویژه‌ای رو من و شما در مورد تاریخچه ویل قشقایی و جایگاه اونها در ایران مدرن معاصر داشته باشیم. نکته ای که در گفته من در هفته گذشته بود، در گفتگویی که با شما داشتم، در این است که ما در درازای تاریخ مدرن ایران، تاریخ کهن ایران به جای خودش، ولی در درازای تاریخ مدرن ایران که ما در حال ساختن یک دولت ملت در ایران بودیم، از هنگامی که این سپید دم مدرنیته به ایران رسید و آفتاب برحال آزادی ها و اندیشه های نو به سوی ایران دمیدن گرفت، از اون زمان ما، یا آفتاب به ایران هم رسید، البته خیلی سایه کوچکی از این آفتاب، خیلی آفتاب گرمی نبود، از این آفتاب بسیار پیش بسیار پرسوز اروپا که در گرما گرم ساختن دموکراسی های نو و سکولاریز بود، ما با یک گرفتاری تاریخی روبرو بودیم و اون این است که در بنای این دولت ملت منافع ملی گاه با منافع ایلی در چالش قرار می گرفت، یعنی سران ایل گاهی وفاداری های دوگانه داشتند. یک نمونه برجسته اون رفتار سران بختیاری است در دوران مشروطه. سردار اسعد یک آدم آزادیخواه اروپا رفته و آگاه با مسائل مربوط به مشروطه و مدرنیته بود و کسی است که به برادر ناتنی خودش سمسام السلطنه تلگراف میفرسته که به سوی تهران حرکت بکنه برای گرفتن تهران از دست محمد علی شاه، همراه با همون زمانی که ما محاصره تبریز هم شکسته شده و تونکابونی هم وفاداری خودش رو به مشروطه خواهان اعلام کرده، یعنی از محمد علی شاه بریده. با اون نشان میدهد که در این راستا و سپس در کارهایی که در دولت مشروطه انجام میدهد که وفادار به منافع ملی در ایران هست. خود سمسام السلطنه چندان روشن نیست که آگاه باشه با تضاد میان منافع ملی و منافع ایری، و این در دورانهای مختلف هم نشان داده شده. امروز هم ما با این پدیده روبرو هستیم در میان برخی از سران گروه های قومی در ایران که معلوم نیست که بیشتر به دنبال مثلا استقلال کردستان هستند یا دموکراسی برای همه ایران. این گرفتاری در خود عراق هم کاملا آشکار هست با این رفراندومی که میخواهند برای جدا ساختن اقلیم کردستان از عراق بکنند که اسرائیل به ویژه بسیار پشتیبانی میکنه از این، و گروه هایی در درون آمریکا و دولت عربستان هم هزینه در این مورد خرج میکنه، نشان میدهد که در بسیاری از این کشورهای کهن جهان مانند ایران و کشورهایی که ساختارهای ایلیاتی داشتن، وفاداری های ایلی و وفاداری های ملی گاه در برابر یکدیگر قرار میگیرد. در اونجا هم اشاره کردم که در هفته گذشته که دولت بریتانیا و دولت ایالات متحده آمریکا کوشش کردن از سران بختیاری و سران قشقایی برای ناتوان کردن دولت ملی بهره بگیرند. در پاره ای از زمینه ها مانند کاری که با یکی از سران بختیاری کردند بسیار موفق بودند، در پاره ای از زمینه ها مانند کوششی که برای جلب سران قشقایی کردند ناموفق بودند و سران قشقایی با کودتاچیان همکاری نکردند، و امیدوارم برنامه ویژه‌ای در این زمینه با هم داشته باشیم. امید خدا. خب آقای امینی عزیز، از طوفان‌ها سخن گفتید، طوفان‌های سیاسی که مدت هاست در خاورمیانه می‌وزد و طوفان‌های طبیعی هم که در همه دنیا همکنون خبرساز است و به هر حال جان انسان‌ها رو می‌گیرد. بله. در این میان به هر حال نطق آقای ترامپ هم تقریبا اندکی طوفانی بود به نظر من. بله.
ایشون از همه دولت ها و ملت ها درخواست کرد که همکاری کنند در برابر اونهایی که جهان رو به نیروی هسته‌ای تهدید میکنند، میخواهند هرج و مرج ایجاد کنند و میگوید هیچ کس مانند کره شمالی، هیچ دولتی مانند کره شمالی به نیروی هسته‌ای ما رو تهدید نکرده است. بفرمایید نظرتون چیه در این باب؟ ببینید، در این جای گفتگو نیست که بغرنج کره شمالی یکی از بزرگترین گرفتاری های ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره و دیگر کشورهای جهان است. یعنی یک دولت یاغی که در بلندای اون یک جوانکی نشسته است که پدر بزرگ او در واقع کره شمالی رو به وجود آورده و پدرش جانشین پدر بزرگ بوده و خود او هم مانند پادشاه، خیلی بیشتر از یک پادشاه، عنوان نیمه خدا برای این کشور حکمرانی میکنه. کشوری بسیار فقیر، در حالی که کره جنوبی، چون من چندین بار به کره جنوبی سفر کردم، یک کشور به راستی پیشرفته آسیایی به شمار میآید. یعنی کره و ژاپن دو کشور بسیار بسیار پیشرفته آسیا به شمار میآیند، در رده کشورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی جهان هستند و جای گفتگو نیست که کشوری مانند کره شمالی اصلا جایگاهی در این رقابت نداره. ولی اونها دریافتن که از راه این برجسته کردن مسئله هسته‌ای یه جایگاهی برای خودشون پیدا کنن. البته در این میان یک نوع شیادی و حقبازی چین و روسیه هم در میان هست. هم چین با دولت کره شمالی رابطه اقتصادی داره و ادعا میکنه که بر اونها فشار گذارده، ولی بدون کمک دولت چین اینها نمیتوانند بسیاری از این جنگ افزارهایی رو که در دست دارند بسازند. دولت روسیه هم در این میان، به ویژه پس از اینکه آقای ترامپ اعلام کرد که در اون پیمان تجارتی آتلانتیک، ببخشید، اقیانوس آرام، یعنی کشورهای این طرف درگیر نخواهد بود، دولت روسیه هم یک روزنه‌ای پیدا کرده و از ولادیوستوک کشتی‌ها در رفت و آمد به بندرهای کره شمالی هستند و راه‌هایی هم به اونها نشان می‌دهند، به دنبال نفوذ هستند. آقای ترامپ نکته‌ای که به درستی مطرح کرد خطر کره شمالی بود، ولی اشاره‌ای به این جایگاه چین و به ویژه روسیه نکرد. روسیه که اصلا در سخنرانی‌های ایشان به عنوان یک دوست معرفی می‌شود، در حالی که روسیه یکی از کشورهایی است که در شمار کشورهای متجاوز در جهان باید اون رو برشمرد. بخشی از خاک اوکراین رو تصاحب کرده و اون رو به خاک روسیه ملحق کرده، کریمه رو، و بخشی از خاک اوکراین امروز رو هم به طور غیر مستقیم درش نفوذ داره و در انتخابات ایالات متحده آمریکا، در انتخابات فرانسه، در انتخابات کشورهای دیگر دخالت آشکار کرده و آقای ترامپ در این باره سخنی نگفتند. افزون بر این، سخنرانی آقای ترامپ در سازمان ملل یکی از، به راستی باید گفت، پرجنجال ترین سخنرانی ها سوی رئیس جمهور در اجلاس سالیانه سازمان ملل بود. کمتر پیش آمده که یک رئیس جمهور از متانت خارج بشود و کشور دیگر رو به نابودی تهدید کنه، حتی اگر این کشور کره شمالی باشه، و یا در هیچ موردی در تاریخ پس از جنگ ایالات متحده آمریکا نبوده که یک رئیس جمهور در یک مجمع جهانی و نه یک گفتگوی خصوصی پیمانی رو که رئیس جمهور و دولت پیشین بسته به عنوان یکی از بدترین پیمانها و به عنوان یک تجاوز به حقوق ملی مردم آمریکا معرفی کنه و بگوید که ما به این پیمان وفادار نخواهیم بود. این سخنی که ایشان در مورد برجام گفتن، من ایرادهای زیادی به برجام دادم. ولی از نظر حقوق بین المللی، این که دولت ایالات متحده آمریکا، جدا از این که
آیا آقای اوباما گول خورده یا نخورده، ادعایی که میکنند که فکر نمی کنم. در کنار چندین کشور دیگر اروپایی و روسیه و چین با پشتیبانی سازمان ملل، همین اجلاسی که ایشان در شرکت کرده، با رأی شورای امنیت سازمان ملل یک پیمانی رو، یک برجامی رو با ایران به امضا رسانده، یک قراردادی رو، حالا هرچی اسم اون رو بخوایی بگذارید، این رو با ایران به انجام رسانده، حالا دولت ایالات متحده آمریکا یک سویه بیاید و بگوید که ما دیگه وفادار به این پیمان نیستیم، معنای اون این خواهد بود که در آینده هیچ کشوری به پیمانهایی که با ایالات متحده آمریکا میبندد نمیتواند خوشبین باشد، چون رئیس جمهور بعدی میتواند این پیمان رو به هم بزنه. در سنت روابط بین المللی در تاریخ بی‌نظیر بوده، یعنی کشورهای جهان نسبت به پیمانها و تعهدهای بین المللی که دولتهای پیش از دولتی که بر سر کار است بسته، همواره متعهد بودند، و این حتی در مورد دولتهایی که دولت پیش رو برانداخت، یعنی دولت رضا شاه هیچ یک از پیمانهای دوران رضا پرسش نبود، و دولت محمد رضا شاه پیمانهایی که در دوره گذشته بسته شده بود، یا دولت جمهوری اسلامی پیمانهایی رو که دولت محمد رضا شاه امضا کرده بود، اینها رو اگر هم در شعار لغو کرد نتوانست لغو کنه. پیمان اروندرود که با عراق بسته شده بود به جای خودش باقی ماند، و تعهدهای بین المللی ایران پا بر جا ماند، حتی اونهایی که اینا کوشش کردن لغو کنن. در روابط حقوقی بین المللی کشورها بر پایه یک نهاد ملی رفتار می کنند، نه به عنوان یک دولتی که جایگزین دولت دیگر بوده. یعنی امروز اگر دولت آقای روحانی با ایالات متحده آمریکا یا کشور دیگری پیمانی امضا کنند، در هنگامی که تغییراتی در ایران به وجود می آید، امیدوارم، و دولت دیگری بر سر کار بیاید که این دولت، دولت غیر دینی و سکولار باشد و دولت دموکراتیک، این دولت باید سبک سنگین بکند که زیر پا نهادن این پیمان های گذشته تا چه اندازه به وجهه بین المللی این کشور زیان خواهد رساند، اگر بخواد اون رو پایمال کنه. به همین دلیل هم بیشتر کشورهای جهان حتی هنگامی که دولت‌ها دگرگون می‌شوند، دولت‌ها تغییر پیدا می‌کنند، رئیس جمهوری به جای رئیس جمهور دیگر می‌نشیند، نخست وزیری به جای نخست وزیر دیگر، پیمان‌های پیشین رو می‌پذیرند و نمی‌توانند به این سادگی بگویند که من جمهوری خواه به پیمان‌های اون رئیس جمهور دموکرات وفادار نیستم. اگر این بازی وارد گفتمان حقوق بین المللی بشود، ما با یک گرفتاری بسیار بنیادی روبرو هستیم. یکی از بزرگترین و درستترین ایرادهایی که به جمهوری اسلامی در 18 سال پیش از برجام بسته شده بود و درست هم بود، این بود که به طور پنهانی برخلاف پیمانهایی که امضا کرده بودند به غنی‌سازی هسته‌ای و کوشش برای دست یافتن به جنگافزار هسته‌ای پرداخته بودند، و این زیر پا نهادن پیمانهایی بود که ایران به اونها وفادار بود. و این است که شما نمیتوانید کشوری رو به درستی متهم کنید که وفادار به پیمانهای جهانی خود نیست و خود شما وفادار به پیمانهایی که بسته اید نباشید. برجام درست یا نادرست یک تعهد بین المللی است و به داوری من باید برای اصلاح اون کوشید. گرفتاری بزرگ این مذاکراتی که، گفتگوهایی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران در مورد مسئله هسته‌ای روی داد، در این بود که در اونجا فرصتی داشتند که فشار رو بر دولت ایران در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر افزایش بدهند. دولت آقای اوباما بر آن بود که پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری این کار رو به انجام برساند و چیزهایی رو وارد این گفتگو نکند که جلوگیری کند از بسته شدن این پیمان. و این است که موضوع حقوق بشر و موضوع فشار بر حکومت رو در راستای سیاسی کنار نهادند. البته شاید هم چاره‌ای نداشتند. ولی به هر روی امروز
درست این می بود که آقای مانند ترامپ یا دولت تازه ایالات متحده آمریکا بگوید که ما این وفاداری به برجام رو میپذیریم، اما دولت ایران ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است، دخالت در امور کشورهای پیرامون خودش میکنه و بسیاری چیزهای دیگری که میتواند زمینه فشارهای تازه‌ای بر دولت ایران باشد. ولی آقای ترامپ مانند یک کسی که تازه دور اول دبستان رو در زمینه تاریخ تمام کرده، آمد به یک جایی که آدمهای بسیار بسیار توانا در اون معمولا گم میشند، مانند آقای احمدی نژاد حرف زد، یعنی اعلام جنگ داد به همه به کسانی که با اونها مخالف است و حرفهای رو زد که این حرفا هیچ پایه و بنیادی نداشت و کسی هم بهای این حرف نمیده. آقای امینی، آقای روحانی امروز سخنرانی کرده و در بعضی بخشهای سخنرانیش پاسخهایی به نطق دیروز آقای ترامپ داده. بله. آقای روحانی اظهارات دیروز آقای ترامپ رو ادبیات جاهلانه، زشت، کینه‌توزانه و مشهون از اطلاعات غلط و اتهامات بیپایه خواند که به گفته او در شأن سازمان ملل متحد نبود. برای اینکه خواسته ترامپ از جامعه بین المللی خواسته بود تا به گفته او با اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم جنایتکار اسلامی روبرو شوند. بله. ببینید جناب مهری، این همینجا باید درنگ کرد و به راستی باید گفت که بسیار ما شوربخت هستیم به عنوان یک ایرانی هوادار آزادی و مخالف رژیم کنونی ایران، چرا که دولت ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور این کشور از این تریبون سازمان ملل می توانند بهره بگیرند برای اینکه جمهوری اسلامی رو در راستای نقض حقوق بشر، در راستای حتی پایمال کردن قوانینی که ادعا می کنند قوانین جاری کشور هست، در راستای دخالت در کشورهای پیرامون ایران، لبنان و عراق و سوریه و یمن و دیگر جایها، و در راستای کارهای غیرقانونی و به ویژه دزدی‌های بزرگی که از دارایی مردم ایران از سوی رهبران این کشور و بزرگان کشور صورت می‌گیرد، آدم‌های منظور بزرگ معنای ادیبانه موضوع نیست ولی جایگاه بلندی دارند، به جایی که از این جایگاه سازمان ملل برای محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیه بهره بگیرند و بیایند و بگویند که این چه کشوری است که با اون تاریخ امروز یک نفر به عنوان ولی فقیه بر سرنوشت و زندگی مردم چیره است. اما آقای ترامپ با مطرح کردن موضوع برجام یک امتیاز به آقای روحانی دادن که ایشان بیاید و به جای اینکه از کارنامه پلید و تباه و سیاه حکومت در راستای حقوق بشر، در راستای دخالت در کشورهای دیگر، در راستای بسیاری از کارهای خلاف حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی انجام میداد، به جای اینکه ایشان رو بنشانند در جایگاه اتهام و ایشان مجبور بشود به این مسائل پاسخ بدهد، مثلا پاسخ بدهد که چرا زنان ایران نمیتوانند در ورزشگاه های در مسابقه های ورزشی شرکت بکنند، چرا نابرابری تا این اندازه در میان مردم ایران وجود دارد، این همه تجاوز به حقوق وجود دارد، آمد و امکانی برای آقای روحانی به وجود آورد که ایشان سربلند بدون پرداختن به کارنامه سیاه نزدیک به 40 ساله حکومت بیاید و از حقوق بین المللی دفاع کند و دولت آمریکا رو که یکی از شارحان همین ساختار حقوق بین المللی است اندرز بدهد که شما آشنا با حقوق بین المللی نیستید. دولتی که برخلاف قوانین بین المللی سفارت ایالات متحده آمریکا رو تسخیر کرد، 444 روز تمام کارکنان سفارت رو گروگان گرفت، دولتی که
آدمکش میفرستاد برای ترور مخالفان، دولتی که یاری میرسان به گروههایی و میرساند به گروه های تروریستی در جهان، به جای اینکه بیاید و در سازمان ملل از این کارنامه یا دفاع بکند یا توجیه بکند، آمد و از حقوق بین الملل در مقابل آقای ترامپ پشتیبانی کرد. و این به راستی من هنگامی که بخشی از این سخنان آقای روحانی رو و مصاحبه دیروز ایشون رو با NBC میشنیدم، بسیار برای من شرم‌آور بود که ما امروز باید با شرایطی روبرو باشیم که سخن آقای روحانی از نقطه نظر حقوقی دقیق تر از سخنان آقای ترامپ باشد. دولتی که پایمال کننده همه حقوق است نسبت به دولتی که یکی از دولت‌های قانون مدار جهان به شمار می آید، در واقع برگ برنده در دست داشته باشد. این یک بازی بسیار بسیار بد سیاسی برای آقای ترامپ و دولت ایالات متحده آمریکا بود. آقای امینی، به نظر شما به چه دلیل آقای ترامپ گفت که برجام مایه شرمساری ماست؟ ببینید جناب مهری، ما با دو جریان در این دولت نوپای ایالات متحده آمریکا روبرو هستیم. نخست یک اندیشه ناسیونالیستی در کاخ سفید پا گرفته. آقای ترامپ بارها به موضوع منافع ملی و sovereignty اشاره کردند. این تمی بوده و تزی بوده که اساساً کشورهایی در پیش میگیرند که نمیخواهند یک جریان جهانی، یک نهاد جهانی مانند سازمان ملل یا ساختارهای هوادار حقوق بشر در امور داخلی اونها دخالت کنه. مثل عربستان. عربستان میگوید که ما یک دولت مستقل هستیم و حق حاکمیت ملی داریم. ما تصمیم میگیریم با زنان خودمون چه اختی رفتار کنیم، به شما مربوط نیست. خانم کلینتون حق ندارد بیاید در چین سخنرانی بکند در مورد حقوق بشر. خانم کلینتون حق ندارد در اوکراین در مورد حقوق بشر در روسیه سخنرانی بکند. این صحبتی است که آقای پوتین کرده. کشورهایی که پایمال کننده حقوق شهروندان خودشون هستند سخت پافشاری میکنند بر این حق حاکمیت ملی. یعنی این چهار دیواری ماست و در این چهار دیواری ما هر بلایی که بخواهیم بر سر شهروندان خودمان بیاوریم میآوریم و به شما مربوط نیست. در حالی که در دست کم 150 سال گذشته ما با یک جنبش جهانی روبرو بودیم که سرانجام در اعلامیه جهانی حقوق بشر منسجم و نهادینه شد که نه، اینطوری نیست. انسان‌ها افزون بر این که تابع یک کشور هستند شهروند جهانی هستند و دارای حقوق هستند و اگر حقوق اینها پایمال بشود انسان‌های دیگر و دولت‌های دیگر حق مداخله دارند. ببینید اگر این موضوع درست نباشد، بنابراین در کشتاری که در بیافرا صورت گرفت، کشتاری که در رواندا صورت گرفت که 700 هزار نفر کشته شدند، جنایاتی که در بالکان صورت می گرفت، هیچ کسی حق مداخله در اونها نداشت برای اینکه امور داخلی این کشورها بود. در حالی که دنیای جدید میگوید چنین نیست. شما نمی توانید دولت عراق به کویت لشکر بکشید و خاک کویت رو بگیرید و بگویید که این مسئله درونی ماست. نه، کشورهای دیگر در این کار دخالت خواهند کرد. شما نمی توانید در برمه امروز مسلمانان رو دست به کشتار جمعی بزنید و بگویید که به شما مربوط نیست. این موضوع درونی برمه است. همان گونه که تجاوزی که به حقوق رئیس دولت کنونی برمه شده بود در هنگامی که ایشان در زندان بودند مسئله جهانی بود، همان گونه که تجاوز به حقوق مردم ایران یک مسئله جهانی است. ما اگرچه با حق حاکمیت ملی در زمینه منابع زیرزمینی، در زمینه به هر حال مرزهای کشور روبرو هستیم، اما هیچ دولتی نمیتواند به بهانه این حق حاکمیت ملی مردم کشور خودش رو سرکوب کنه و جنایات علیه اونها انجام بدهد. آقای ترامپ در واقع این موضوع رو کنار نهادند. در عربستان این رو اعلام کردند. گفتند ما دولت ایالات متحده آمریکا
هیچ دخالتی در چگونگی اداره کشورهای دیگر نخواهیم کرد، یعنی به شما توصیه نخواهیم کرد که چگونه کشور خودتون رو اداره کنید. به همین دلیل هم این رئیس دولت مصر رو و رئیس دولت ترکیه رو نه تنها با آغوش باز ایشان پذیرفتن، گفتن آقا هر کاری در ترکیه در مصر میخواهید انجام بدهید به شما مربوطه، حتی در مورد بشار اسد. امروز میدانید که با نیروهای نظامی بشار اسد همراه با دولت روسیه از فرات هم عبور کردن و تقریبا دارن سوریه رو پاکسازی به سود دولت اسد میکنن با همین پشتیبانی دولت ایران. ولی دولت کنونی ایالات متحده آمریکا میگوید که خب به هر حال اینها مسائل داخلی سوریه است، پشتیبانی ضمنی از مخالفان میکنن ولی نه چندان جدی. به همین دلیل هم به تجاوز به خاک اوکراین از سوی دولت روسیه چندان توجهی نداشتن. جنبه دوم رفتار آقای ترامپ در این است که ایشان از سکوی سازمان ملل برای هواداران خودش سخن میگوید، به اونها میگوید که من چنین و چنان هستم، نه به میلیاردها مردم جهان و کسانی که اونجا نشستن. در میان آدمهایی که در این نشست اجلاس سازمان ملل شرکت دارند، رهبران بیشتر این دولت‌ها دولت‌های پایدار به حقوق بشر نیستند، خیلی از این دولت‌ها. و خب شما وقتی میایید و به جایی که امتیاز بدهید مثلا به دولت هند برای اینکه در گسترش حقوق بشر گام‌هایی برداشته است، امتیاز بدهید به دولت‌هایی که آمدن و در راستای حقوق بشر گام‌های مثبتی برمی‌دارند، بیایید و بگویید که ما به عنوان دولت ایالات متحده آمریکا خواهان انزوا هستیم و تنها با اون آدم‌هایی سر مسئله حقوق بشر مخالفت داریم که با ما سر جنگ داشته باشند. دولت عربستان هر حقوق بشری رو که پایمال کند به ما مربوط نیست، ولی دولت ایران به ما مربوط است. دولت ایران منافع یعنی حقوق شهروندان خودش رو پایمال کرده، ولی اونهای دیگر که حقوق شهروندان خودشون رو پایمال کردن، اینها جزء مسائل ما نیست، برای اینکه به گفته آقای ترامپ و کسانی که امروز بر سر کار هستند، منافع ملی آمریکا برتر از این نوع حقوق بین‌المللی است. آقای امینی چه می‌فرمایید در باب برخی دیگر از سخنان آقای ترامپ؟ مثلا اینکه گفته است که ایران یک فرهنگ غنی و یک تمدن بزرگ است و این جمهوری اسلامی اونو تبدیل کرده است به یک کشور یاغی با صادراتی مانند هرج و مرج و خونریزی. تمام در درآمدهای این کشور صرف خشونت در کشورهای منطقه میشه و جامعه بین‌المللی باید با اقدام یگانه خودش رژیم جنایتکار ایران رو باهاش مقابله کنه، چرا که این یک دیکتاتوری فاسد است در پشت نقاب دموکراسی دروغین که مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا میگوید. ببینید در بخش نخست صحبت ایشان کاملا درست میگن، یعنی آن چیزی که برای ایشان نوشتن و ایشان خواندن کاملا درست است که من و شما و بینندگان این برنامه نیک میدانیم که ما اینک سال هاست که گرفتار یک حکومتی هستیم که برخلاف همه تاریخی که ما برای دستیابی به آزادی و حقوق کوشش کردیم و در برابر فرهنگی که بر روی در کشور ما حالا به هر شکلی وجود داشته و چیره بوده، آمدن و یک کوشش کارزار ضد فرهنگی به راه انداختن، کارزار فرهنگ تازه، فرهنگ شیعی به راه انداختن و از سوی دیگر همه دستاوردهای انقلاب مشروطه رو اینها تباه کردن. و نکته ایشان هم کاملا درست است که ایران افسون بر نفت، هرج و مرج و تباهی به دنیا صادر می‌کند. همه اینها درست، اما پاسخ چیست؟ پاسخ آقای ترامپ این است که آقای رئیس دولت کره، اگر یک بار دیگر موشک اندازی کنیم ما کشور شما رو میتوانیم ویران کنیم. پاسخ به جمهوری اسلامی این است که دولت ایالات متحده آمریکا
آمده روی خط دولت نتانیاهو، یعنی براندازی و دولت سازی در ایران. این به سود جامعه ایران نیست. دگرگونی در ایران باید از سوی مردم ایران صورت بگیرد. کشورهای دیگر باید پشتیبانی بکنند. ولی به این معنا نیست که فردا مانند کاری که ببینید تجربه داریم ما کشورسازی در افغانستان و عراق و سوریه و لیبی رو پشت سر نهادیم. اینها رفتن به بهانه اینکه دیکتاتوری در این کشورهاست، تروریسم در این کشورهاست، افغانستان رو اشغال کردن، دولت عراق رو، صدام حسین رو که تبهکار و پلید هم بود انداختن، در سوریه قذافی رو با آشمون کردن، ببخشید در لیبی، و در سوریه کوشش کردن بشار اسد رو بندازن، و در یمن هم با کمک دولت عربستان کوشش میکنن که مخالفان رو سرکوب کنن. پیامد این کوشش ها چیست؟ دموکراسی در عراق؟ آیا به راستی ما امروز در عراق با یک دولت دموکراتیک روبرو هستیم؟ آیا در افغانستان بیرون از چهار دیواری بخشی از کابل اصلا چیزی به نام دولت وجود داره؟ آیا امروز لیبی سرنوشت بهتری در پیش رو داره نسبت به دورانی که قذافی سر کار بود؟ یا در سوریه که بیشتر جمعیت کشور از این خاک این کشور خاک کشور رو ترک کرده و بسیاری بیش از 300 هزار نفر گویا کشته شدن در این جنگ داخلی، آیا سوریه آینده‌ای خواهد داشت؟ آیا میخواهند همین ارمغان رو به ایران بیارند؟ یعنی بیایند و با کمک دولت عربستان، اسرائیل و جنگ قومی در ایران به این بهانه که دولت جمهوری اسلامی دولت تبهکاری است که هست، بخواهند دولت تازه‌ای برای ما بیاورند؟ شاید هم پادشاهی رو بخوان به ایران بیارن، شاید در نظر دارن که آقای رضا پهلوی مثلا دوباره پادشاه ایران بشود، نمیدانم، من این رو آگاهی ندارم، ولی اینها پیام بسیار دردناکی برای آینده ایران است. و اون گروهی از ایرانیان که پایکوبی و شادمانی میکنن که آقای ترامپ میخواهد دولت جمهوری اسلامی رو سرنگون بکند، بیایند و سرنوشت سرنگونی در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی رو بازبینی کنند. من تا بن استخوان مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی حاضر نیستم سرنوشت کشورم در یک جنگ خانمانسوز مانند سرنوشت سوریه و عراق و لیبی بشود. ما باید این دگرگونی رو در ایران به دست مردم ایران و بر پایه کوشش آگاهانه خود مردم ایران انجام بدهیم، نه از راه جنگ فرسایشی نظامی که اسرائیل و عربستان و برخی کشورهای دیگر روز شماری برای آن میکنند. این به سود جامعه ایران نخواهد بود. ایران رو ویران خواهند کرد، ایران رو درگیر یک جنگ قومی خواهند کرد و ایران رو تجزیه خواهند کرد. بنابراین سخن عمومی آقای ترامپ در نقد به جمهوری اسلامی کاملا درسته، ولی اینکه میگوید ما باید به این دولت جنایتکار پایان بدهیم، یعنی چی؟ یعنی با جنگ؟ یعنی وارد حمله نظامی به ایران بشوند، بهانه‌ای پیدا بکنند که مثلا دولت جمهوری اسلامی مانند ماجرای خلیج تونکن در آغاز جنگ ویتنام به یکی از کشتی‌های آمریکایی حمله کرده و سپس نیروی نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و عربستان وارد ایران بشود، جمهوری اسلامی هم از این موضوع بسیار بسیار شادمان خواهد بود. چه کسی تاوان این رو خواهد پرداخت؟ مردم بخت برگشته ایران و کشور ایران که پاره پاره خواهد شد. بنابراین اونهایی که شادمانی میکنن، پایکوبی میکنن از این پیام آقای ترامپ، نگاه کنن به پیرامون ایران و ببینن چه سرنوشتی در برابر مردم عراق، چه آینده‌ای در برابر مردم سوریه، چه آینده‌ای در برابر مردم افغانستان و لیبی است. آیا ما ایران رو میخواهیم افغانستان و لیبی و سوریه بکنیم؟ آقای امینی ببخشید، مجموعه نطق دیروز آقای ترامپ به نظر شما انعکاسش در سپهر سیاست آمریکا چه بوده است؟ آیا دموکرات ها موافقند با این سخنان یا همه جمهوری خواهان؟ ببینید، فرازهایی از این سخنان سخنهای مورد پسند تقریبا همه است. اونجایی که آقای ترامپ در مورد افزایش توانایی های زنان در جهان سخن میگویند، حتی در همین اجلاس سازمان ملل هم مورد استقبال عمومی قرار گرفت و پاره این نکات دیگر. در این جای گفتگو نیست که بخشهایی از سخنان آقای ترامپ مانند هر رئیس جمهور دیگری میتواند مورد پشتیبانی حتی مخالفان قرار بگیره، اما لحن سخنان ایشان، لحن ریاست جمهوری
ماها به آمریکا نبود، لحن آدمی بود که برای یک کارزار انتخاباتی سخنرانی میکرد، نه در یک اجلاس سازمان ملل. چند سال پیش اگر به یاد داشته باشید، هنگامی که این آقای قذافی آمد به سازمان ملل، نمیدونم یادتون هست یا نه، این کاغذهاش رو پیدا نمیکرد و همینجور حرف میزد. خب چی گفتن همه مردم؟ گفتن آقا این دیوانه پریشان حال، این اصلا چرا آمده اجلاس سازمان ملل؟ من نمیگویم آقای ترامپ در اون حده، من میگویم آقای ترامپ سخنرانی که ایراد کرد برای اجلاس سازمان ملل نبود. ایشان میتوانست با متانت دولت جمهوری اسلامی رو با متانت تهدید کنه که اگر از این مسیری که تعهد داده گام فرا بگذاره، تاوانش رو با تحریم‌های جدید خواهد پرداخت. میتوانست دولت جمهوری اسلامی رو هشدار بدهد که این ادامه تجاوز به حقوق شهروندان ایران با واکنش روبرو خواهد شد و بسیاری چیزهای دیگر. اما آقای ترامپ نمیتواند این کار رو بکند. چرا؟ چون آقای ترامپ رفته و تعهد داده که در مسائلی از این دست با روسیه درگیر نخواهد شد، انتقاد به نقض حقوق بشر در روسیه نخواهد کرد، کشتن روزنامه نگاران رو در روسیه محکوم نخواهد کرد، به تجاوز به حقوق شهروندان در عربستان انتقاد نخواهد کرد. بنابراین مشروعیت خودش رو برای اینکه بخواهد از منظر حقوق بشری با جمهوری اسلامی درگیر بشود از دست داده و این گرفتاری بزرگ سخنرانی آقای ترامپ بود. مهمترین جایگاهی که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در جهان پیدا کرد، جدا از رفتارهای بسیار بدی که در دنیا انجام داد، از جمله در ایران، در گواتمالا، در براندازی دولت مصدق و خیلی کارهای دیگر، در این بود که در دادن پیام آزادی و حقوق در جهان یکی از جلودارترین کشورها به شمار می آمد، دست کم این پیام رو می داد. و حتی در بسیاری از این سفرهایی که مثلا وزیر امور خارجه کشوری مثل ایالات متحده آمریکا یا کشورهای پیشرفته جهان به کشورهای دیگر انجام می دادن، با رهبران اپوزیسیون مخالفت می کردن. امروز ایالات متحده آمریکا چگونه می تواند دولت آقای پوتین رو مشروع بداند در رفتاری که با شهروندان انجام میدهد، با مخالفان انجام میدهد، ولی با آقای روحانی خورده بگیرد؟ این یک بام و دو هوا، یک گرفتاری بزرگ برای دولت آقای ترامپ ایجاد کرده. آقای امینی، سرانجام سرنوشت برجام به نظر شما چه خواهد بود؟ آیا آمریکا این به اصطلاح این توافق رو لغو خواهد کرد یا آنکه؟ ببینید، این برجام یک توافق میان ایران و آمریکا نیست. برجام یک پیمان چند جانبه است، به این معنا که با موفقیت تمام دولت آقای اوباما، این رو باید اعتبار رو به دولت اوباما داد، توانست دنیا رو در مقابل ایران متحد کنه، از جمله روسیه و چین رو، یک نوع تحریم اقتصادی بسیار بسیار دردناک رو بر حکومت ایران تحمیل کنند که بخشی از درد اون بر مردم ایران هم فشار آورد، خیلی خیلی زیاد. سرانجام آمدن و نشستن پس از دو سال گفتگو، مجبور کردن جمهوری اسلامی رو که تعهدهای بدهد. به نظر من در این زمینه کوتاهی های صورت گرفت، ولی و بیشتر از اینها می توانستن از ایران امتیاز بگیرن. ولی جدا از اینکه چه اندازه کوتاهی در این زمینه صورت گرفته، یک تفاهمی انجام دادن که ما این تحریم ها رو پایان میدیم، پول بسته شده رو، جلوگیری شده رو که میگویند 140 میلیارد، ولی در واقع بیشتر از 60 میلیارد نبوده به طور واقعی، این رو به شما باز خواهیم داد و در مقابل شما این تعهد رو بدهید. کشورهای شرکت کننده در این گفتگو طرفین رو پذیرفتن و شورای امنیت سازمان ملل هم این رو تایید کرد. خب بنابراین دولت‌های اروپایی، روسیه و چین، اون محدودیتی که پیشتر برای روابط اقتصادی با ایران داشتن دیگه ندارن. حالا دولت آمریکا اگر از این برجام خارج بشود،
در واقع به دولت‌های دیگر جهان میگوید که شما معاملات اقتصادی خودتون با دولت ایران ادامه بدید، ما یک طرفه تحریم میکنیم. تحریم یک طرفه هیچگاه کار نکرد. در مورد آفریقای جنوبی کار نکرد، امروز در مورد کره کار نمیکنه. اگه یک طرفه باشه، اگه فقط ایالات متحده آمریکا باشه، تنها زمانی کار میکنه که مثلا جزیره مانند کوبا وجود داشته باشه زمان آقای کندی، و کشتی بفرستن و این جزیره رو محاصره کنن و اجازه ندن کشتی های دیگه وارد این منطقه بشود. کره شمالی با مرز بلندی که با چین داره معاملات زمینی خودش رو انجام میده. ایران اگر هم ایالات متحده آمریکا برجام رو به هم بزنه، کلاه گشادی سر خودش نهاده، برای اینکه اروپایی ها از این بازار صرف نظر نخواهند کرد. روسیه به کار خودش همچنان ادامه میده. چین هم که به هر روی در انتظار این بود که این موضوع برجام به پایان برسه، روابط اقتصادی خودش رو با ایران گسترش بده. به داوری من بیرون آمدن از برجام به سود ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه باید فشار از راه دیگری رو بر ایران هموار بکنند. یعنی باید بیایند و در مورد ایران مسائل مربوط به دخالت ایران در کشورهای همسایه، مسئله نقض حقوق بشر رو به عنوان موضوع تازه‌ای برای تحریم جمهوری اسلامی مطرح بکنند. و این راهی است که باید آقای ترامپ در پیش بگیری دولت ایالات متحده آمریکا، برای که زمینه برای این کار موجود هست. اینکه بیایند و بگویند ما یک سویه پولی که پس نخواهند گرفت، دولت‌های دیگه هم به کار خودشون ادامه خواهد، ما از این برجام بیرون میاییم، خب مثل این میماند که در میانه یک بازی فوتبال که دو تیم درگیر هستن، یکی از این تیم‌ها بگه ما سه تا از بازیکنامون رو به عنوان اعتراض به داور یک دقیقه وقتی خارج میکنیم، خب خارج کنن، تأثیری در نتیجه بازی نخواهد داشت، به زیان اونها. فرمودی یک دقیقه؟ بله بله. آقای امینی بله. در این یک دقیقه بفرمایید که مسافر این به زودی؟ نه به زودی نه، در فکر کنم دو یا سه هفته دیگه برنامه‌ای دارم در ساکرامنتو به مناسبت انتشار این دفتر تازه‌ای که آقای بیژن اسدی‌پور دوست خوب من بیرون دادن، دفتری که این بار هر عجب خواندنیه واقعا، بله، دفتر در مورد مصدق، و این رو حتما هفته آینده جزئیات برنامه رو با هم اعلام خواهیم کرد که اگر دوستان در ساکرامنتو علاقه‌مند باشند و چند شهر دیگر آمریکا من سفر خواهم داشت که به بهانه این کتاب در واقع پیرامون مصدق هم صحبت کنم، سخن بگویم. آقای امینی عزیز بسیار بسیار ممنونم، تا هفته بعدی. با تشکر از همیهنان عزیز و کارگردان برنامه آقای امیر، شب و روزتون خوش.